دیدی بعضیا میگن که پوستم خوش شده، لک آورده، مشکلات پوستی به سراغ اومده. میخوام چند تا راهکار بسیار ساده خونگی بسیار مهم که مهمترینش هم گذاشتم اواخر ویدیو که مرای من حتما باش بهت ارائه بدم، برای اینه که پوست خوب داشته باشی. خیلی هم ساده و خونگی هستن. احسان میرزایی هستم، نویسنده و محقق حوزه طب سنتی. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. قبل از اینکه بحثو بخوام خیلی جدی پیش ببرم، به نظرتون مصرف آب باید زیاد باشه و یا کم باشه؟ یعنی اگر میخوایم پوست خوب داشته باشیم باید آب زیاد استفاده بکنیم یا باید آب کم استفاده بکنیم؟ جلوتر پاسخ به این سوال رو خدمتتون خواهم داد. خب برای اینکه پوست خوب داشته باشین، خب قاعدتا من توصیه میکنم که جای جوشاتون رو نگذارید بمونه. یعنی چی؟ مگه میشه یه کاری کرد که جای جوش نمونه؟ بله، فقط کافیه که اینقدر دست نزنید به جوشاتون. متاسفانه بعضی هستن که دائما به جوشاشون هی در حقیقت فشار میارن و سعی میکنن تخلیهش بکنن. چون تخلیه غیر حرفه‌ای انجام میدید، کاملا این جاش میمونه و حتی جاش میتونه گود هم بشه. هیچ وقت به جای جوشتون دست نزنید. ضمن اینی که اگر شما اصلاح کبدی داشته باشید، اصلاح کبدی منجر به این خواهد شد که شما خدا نکرده جوش به سراغتون نیاد. که برای اصلاح کبد ویدیوهای متعددی دارم، هم در یوتیوب و هم در اینستاگرام میتونی به اون مراجعه بکنی. پس برای داشتن پوست خوب، تحقیقات امروزی نشون داده که خواب مناسب باید داشته باشی. اولین و مهمترین موضوع خواب مناسب. اگر خوابت بسیار کمه و یا شیفت شب داری کار میکنی، بدون که خب میتونه روی پوستت اثر نامطلوب داشته باشه. پس سعی بکن حتی اگر شیفت شب هم کار داری، موقعی که میای خونه استراحت کافی داشته باشی. پس تا ساعت 12:30 یک شب یا 2 شب بیدار موندن قطعا باعث آسیب پوستی خواهد شد. دوم، حفظ آرامش. تحقیقات متعددی نشون داده که اعراض نفسانیه و یا همون هرس و جوشای بیخودی و یا اینکه اتفاقات منفی همراه ذهنتون حمل کردن باعث میشه پوست آرام آرام رو به خشکی بره و حتی استرس نشون داده که روی کلاژن سازی پوست اثر منفی میتونه داشته باشه. سوم، سیستم غذاییت. اگر که میخوای پوست خوب داشته باشی، قاعدتا باید تدابیر طب سنتی که متعدد در کلیپ های متعدد به شما گفتم رو رعایت بکنید. به خصوص این نکته رو بگم که فست‌فود ها، استفاده زیاده از قهوه و شکلات میتونه پوست شما رو خراب بکنه و البته سرخ کردنی ها. چهارم، تحقیقات نشون داده اگر ورزش متناسب با مزاجتون و با سنتون و ورزش های البته خیلی شدید انجام ندید، خود این میتونه برای داشتن پوست خوب بهتون کمک بکنه. پنجم، هیچ وقت برای اینی که پوست خوبی داشته باشید استحمام با آب داغ انجام ندید. مداومت بر استحمام با آب داغ میتونه به پوست شما آسیب بزنه. ششم، برای اینکه پوست خوبی داشته باشید زیره رو زیاده روی نکنید در مصرف. زیره که در ادویه‌جات ایرانی استفاده میشه خوش کننده پوسته. البته استفاده از دمنوش‌های با مزاج گرم و خشک و داروها و غذاهای با مزاج گرم و خشک زیاد هم استفاده بشه پوست رو خراب میکنه و میتونه پوست رو خشک بکنه. پس زیاده روی در مصرف اینها هم نداشته باشید. هفتم که مهمترین است برای حفظ سلامت پوستتونه که بهتون قول داده بودم بهتون بگم که بعد از اون معما رو به پاسخش در حقیقت خواهیم پرداخت، اینه یبوست نداشته باش. یبوست باعث نزلات پوستی به قول حکما. یعنی چی؟ یعنی یبوست باعث خراب شدن پوستت میشه، لکه های قهوه‌ای ایجاد میکنه، خال اضافی روی پوستت ایجاد میکنه. خیلی مراقبت بکن که هر روز شکمت حداقل 1 الی 2 بار
کار بکنی که تدابیر طب سنتیش رو کامل در کلیپ های دیگه بهت توضیح دادم. هشتم و آخرین مطلب که معمای ما هم بود، مصرف آب چقدر اهمیت داره؟ مصرف آب بسته به مزاجته. اگر که تو روزانه در منطقه ای هستی که گرم و خشک، حرارت زیاده، بارندگی بسیار کمه و مصرف آبت هم کمه، خب قاعدتا خشکی پوست میاد به سراغت و سعی بکن آب رو به حجم زیاد استفاده نکنی. اگر پوستت خشکه و میخوای رطوبت بهش بدی، آب رو جرعه جرعه و کم کم استفاده بکن در طول روز. خود این آرام آرام رطوبت رو به پوستت میرسونه و پوستت رو بسیار شفاف میکنه. اگر این ویدیو تا الان برات بسیار مفید بوده که میخوام بعدش یه نسخه عالی هم بدم، لطفاً لایک فراموش نته. 3 ثانیه زمان میبره. متشکرم که لایک کردی. حالا میخوای پوستت شفاف بشه و میخوای پوستت رطوبت خوبی داشته باشه، لکم برش ایجاد نشه، یه کار ساده انجام بده. بارهنگ، یک قاشق مرباخوری، به علاوه آب جوش، به علاوه کمی شکر بعد از غذا استفاده بکن. ببین چقدر پوستت رطوبت فوق‌العاده‌ای میگیره. ارسال این ویدیو برای دیگران لازمه برای داشتن پوست خوب.